و نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد سلام و عرض ادب و احترام خدمت همه شما عزیزان امیدوارم که هر کجایی که هستید حال دلتان خوبه خوب باشه به با مکتب عادی خوش آمدید با مضمون فیزیک صنف هفتم در خدمت شما عزیزان هستیم قبل از شروع دست شماره واتساپ ما را یادداشت کنید اگر سوالی در رابطه با درس داشتید از این طریق با ما در ارتباط باشید شماره ما از آن هست دو سف نو و شست و چهار و هشتاد و و سزده پول ارتباطی بین ما و شما عزیزان می باشه شماره ما هست دو سف نو سد و شست و چهار و هشتاد و و سزده از این طریق شما می توانید با ما در ارتباط باشید با انرژی هرچی تمام تر درس امروز با همدیگه آغاز می کنیم خب شاید عزیز در درس پانزدهم قرار داریم قصد داریم که فصل هفتم با موضوع انکسار نور با هم دیگه آغاز کنیم موضوعاتی که در این جلسه مورد بررسی قرار خواهیم داد اول انکسار تعریف میکنیم که تعریفش از لحاظ فیزیک چی هسته در ادامه دو تا وسیله یکی منشور و دیگر عدسیه ها را مورد بررسی قرار خواهیم داد اما قبل از شروع درس مروری داشته باشیم بر درس جلسه قبل در درس جلسه قبل شاگردای عزیز ما آینه ها را بررسی کردیم اگر یادتون باشه آینه مستوی و آینه های کروی رو مورد بررسی قرار دادیم گفتیم که آینه های مستوی آینه های هستن که ما در منازل و خانه های خود از این آینه ها استفاده میکنیم یک سطح هموار و سیقل داده شده دارن آینه ها نکته مهمی که در رابطه با آینه های مستوی وجود داشت ای بود که آینه های مستوی دارای چهار تا خاصیت بود تصویر دیگه تصویر دار آینه, آینه های مستوی دارای چهار تا خاصیت بود اولین خاصیت چی بود شما بگید آفرین بر شما اندازه تصویر با اندازه جسم برابر بود دومین خاصیت چی بود فاصله تصویر تا آینه برابر با فاصله جسم تا آینه بود سومین تصویر خاصیت چی بود ای بود که تصویر به صورت مجازی یا غیر واقعی تشکیل می شد و چهارمین خاصیت تصویر در آینه های مستوی بود که تصویر به صورت متناظر یا معکوس جانبی تشکیل می شد آینه های کروی به دو دسته تقسیم می شن آینه های محدب داریم و آینه های مقعر این مطالب بود که در درس جلسه قبل با هم نگه بررسی کردیم اما میریم سراغ درس جلسه امروزمان. قصد داریم که پدیده انکسار با هم دیگه تعریف کنیم که تعریف انکسار چی هست خب شاید عزیز شما اگر یک پنسل داخل آب قرار بدین داخل یک ظرف آب قرار بدین و به این پنسل از بالا نگاه کنید این پنسل به صورت شکسته میبینید یا یک چوب قرار بدین داخل آب وقتی که نگاه میکنید این به صورت شکسته میبینید خب علت از این چی میتونه باشه میگیم که علت از این انکسار نوره انکسار نور تعریفش چی میگه که هرگاه اشعه های نور به صورت مایل حواستون باشه میگیم که به صورت مایل نه به صورت عمود به صورت مایل از یک محیط شفاف وارد یک محیط شفاف دیگه شوند وقتی که از سطح جدایی دو محیط اینها عبور میکنند اینها شکسته میشن تغییر مسیر میدن ما بعضی میگیم انکسار نور یا شکست نورم به این میشن خب شکلش با هم دیگه رسم کنیم تا بیشتر موارد بررسی قرار بدیم پدیده انکسار نور خب تعریفش چی بود گفتیم که نور وقتی که از یک محیط شفاف وارد یک محیط شفاف دیگه میشه خب میگیم که محیط شفاف یک داریم مثلا هوایه صحیحسته؟ و محیط شفاف دو داریم دیگه مثلا آب خب این دو تا محیط مسلما یک مرزی دارن دیگه که این دو تا محیط از همدیگه جدا میکنن میگیم یا یک خط میکشیم میگیم که این خط ما مرز یا سطح جدایی دو محیط است این محیط شفاف یک مثلا میگیم این هوای محیط شفاف دو ما مثلا میگیم که آب هستم اینجا هم ما یک خط عمود فرضی را در نظر میگیریم میگیم که یک خط عمود فرضی به این صورت برای خودمان در نظر میگیریم خب یک اشعه نور وارد این محیط میشه اشعه که وارد میشه رو ما به اون میگفتیم چی؟ اشعه وارده دیگه پس اینجا یک اشعه وارد سطح جدایی دو محیط میشه اینجا مینیسیم این سطح سطح جداایی سطح جدایی دو تا محیط هسته خب یک اشعه اینجا وارد میشه این می که اشعه وارده دیگه این اشعه وارد سطح جدایی دو محیط میشه اینجا ما پدیده انکاس قصد نداریم بررسی کنیم که شما بگین خب اینجا برخورد میکنه انکاس پیدا میکنه نه اینجا دو تا محیط داریم دیگه محیط شفاف یک و محیط شفافی دو اشعه وارده که به سطح جدایی دو محیط میرسه اینجا شکسته میشه به جایی که به صورت مستقیم به مسیر خودش ادامه بده اینجا شکسته میشه به صورت وارد محیط شفاف دوم ما میشن به این اشعه ای اشعهی که شکسته میشن میگیم اشعه منکسره دیگه پس اینجا منوستیم ای اشعه ای که شکسته شده اشعه منکسره ها. پس یک اشعه ای وارده داشتم و یک اشعه ای که شکسته شد اشعه منکسره ها. پس این ما یاد گرفتیم دو تا محیط داریم محیط شفاف یک محیط شفاف دو عشقه وارد سطح جدایی دو محیط میشه وقتی که وارد محیط دوم میخواد بشه دیگه شکستن میشه یک عشقه وارده دارم و عشقه ای که شکسته شده منکسره ای. اینجا هم ما دو تا زاویه را تعریف میکنیم یک زاویه ای که در قسمت انکاس نور هم معرفی کردیم زاویه وارده بود اینجا زاویه را مشخص میکنیم با آینمایش میدیم میگیم این زاویه واردهه ای. یک زاویه دیگه داریم زاویه منکسیره زاویه منکسیره بین اشعه منکسیره و خط عمود ایجاد میشه ایران با آر نمایش میدیم میشه زاویه منکسیره و زاویه انحراف هم داریم که این مطالب دیگه باز در سنف های بعدی ما انشاءالله بیشتر مورد بررسی قرار خواهیم داد فقط اینجا خواستیم که شما تعریف انکسار نور بدانید که انکسار نور یعنی اشعه ای که وارد از یک محیط شفاف وارد محیط شفاف دوم میشه شکسته میشه و به این پدیده ما میگیم انکسار یا شکست نور خب دو تا وسیله را یا دو تا چیز میخوایم معرفی کنیم که در اینها پدیده انکسار نور اتفاق میفتن اولیش منشور. منشور چیه؟ منشور جسمیه که از جنس شیشه یا یک جنس شفاف دیگه که نور پس از عبور از این منشور تجزیه میشه در واقع شکسته میشه و تجزیه میشه اگه بخوایم تعریف بیشتر و دقیق را داشته باشیم میگیم که منشور یک محیط شفافه گفتیم جنسش میتونه از شیشه یا یک ماده شفاف دیگه باشه وقتی بخ... اه... که به دو سطح صاف و شفاف غیر موازی تقسیم تخ... بندی میشه که ای دو تا سطح صاف و غیر موازی از یک طرف همدیگر رو قطع میکنن که تشکیل رسم میدن و از یک طرف دیگر هم قاعده منشور ایجاد میکنن خب شکلش رسم, رسم کنیم با همدیگر بیشتر توضیح بدیم خب بعد ساختار منشور میخوایم بدانیم منشور گفتیم که یک محیط شفافی داره که دو سطح صاف و شفاف غیر موازی فرض کنید که این سطح شفاف اول مایه این سطح شفاف دوم مایه میبینید که این دوتا غیر موازی هن. ای این دوتا همدیگر در یک نقطه قطع میکنند که به میگیم رأس منشور دیگه سیسته و در پایین از اینجا هم دیگه چی تشکیل میشه؟ قاعده منشور قاعده منشور پس یک رأس داره و یک هم قاعده داره نکته مهمی که در رابطه با منشورها وجود داره منشور گفتیم کارش چیه؟ تجزیه نور یا انکسار نور نکته مهمیه که نور سفید مثل نور آفتاب وقتی که به صورت یک طیف پیوسته وارد منشور میشه به هفت تا رنگ تجزیه میشه پس اگر از شما سوال پرسان شد که نور پس از آن که وارد منشور میشه به چند تا رنگ تجزیه میشه شما میگین به چند تا رنگ به هفت تا رنگ تجزیه هم میشه سعیسته؟ خب علتش, یک... علتش چیه که به هفت رنگ منشور ما تجزیه میشه نور ما در منشور به هفت رنگ تجزیه میشه علتش اینه که در منشور دو تا شکست نور یا دو تا انکسار نور اتفاق میفته خب این روی شکل با هم دیگه بررسی کنیم فرض کنید که ما یک منشور داریم به این صورت این منشور ماه خب یک اشعه نور وارد منشور ما میشه به این صورت این اشعه نوره وقتی که وارد منشور میشه از این قسمت اولین شکست اینجا اتفاق میفته وقتی که نور میشکنه به این صورت اگه نور نشکنه که به صورت مستقیم به مسیر خودش ادامه میده پس اینجا نور میشکنه انکسار پیدا میکنه به این سمت دوم شکست در این قسمت اتفاق میفته که اینجا هم نور ما میشکنه و به سمت پایین حرکت میکنه پس ما در منشور دو تا شکست نور یا دو تا انکسار نور داریم یکی در این قسمت و یکی هم در این قسمت پدیده انکسار نور اتفاق میفته به همین علت که نور سفید وقتی که وارد منشور ما میشه به هفت رنگ تجزیه میشه خب اگر رنگ ها را در منشور مورد بررسی قرار بدیم وقتی که به هفت رنگ نور سفید تجزیه میشه نورایش سرخ، نارنجی، زرد، سبز، آبی، نیلی و بنفش هست سایستا و بین این نورها وقتی نگاه میکنیم رنگ بنفش بیشترین شکستگی داره و رنگ سرخ کمترین شکستگی را و خودش اختصاص میده اینها به چی برمیگرده به طول موج ها برمیگرده به اختلاف طول موجی که اینها اه طول اه به اختلاف طول موجی که رنگ ها با هم نگه دارن که در رابطه با طول موج اینها ما در سنف دوازده بیشتر مطالبی را مورد بررسی قرار میدیم پس شما در حد سنف هفتم فقط کافیه بدانید که رنگ بنفش بیشترین شکستگی داره شما روی شکل هم میبینید و رنگ سرخ ما کمترین شکستگی در منشور ما خواهد داشت بعض یکی از وسیله هایی که پدیده انکسار نور در از اتفاق میفتاد منشور بود مورد بررسی بعدی که میخوایم بررسی کنیم عدسیه ها یا لنز ها هستن که در عدسیه ها هم که پدیده انکسار نور اتفاق میفتن خب تعریفش چیه؟ میگیم که عدسیه یا لنز هم به اینها گفته میشه از ابزارهای نوری هستن که نور پس از عبور از ادسیه ها دوچار شکست میشه دوچار انکسار میشه عدسی ها را ما معمولا از ماده های شفاف مثل شیشه و پلاستیک میسازیم تا بتانیم که پدیده انکسار نور در اینها مشاهده کنیم عدسی ها از نظر شیوه شکست نور به دو دسته تقسیم میشن یکی عدسیه های محدب داریم و یکی هم عدسیه های مقرر مثل همون آینه ها که بررسی کردیم آینه های محدب داشتیم و آینه های مقرر اینجا هم از نظر شیوه شکست نور به دو دسته تقسیم میشه عدسیه های محدب و عدسیه های مقرر خب حالا اینا رو بیشتر بررسی کنیم میگیم که عدسیه های محدب چه عدسیه های هستن عدسی های محدب که ما به اینا عدسیه های همگرا هم گفته میشیم به شکلش به این صورته که وسط عدسی پهنتر از اطراف ازیه شایدش با هم دیگه رسم کنیم پس عدسی های محدب توری بورش میدن شاگیده عزیز که وسطش از اطرافش پهنتره یعنی شکلش به این صورت میشه اگر بخوایم رسم کنیم دقیقا به این صورته یک عدسیه محدب یا یک عدسیه همگرا رو به ما نشان میده شما میبینید که اطرافش نازکه ولی وسطش پهنتر هست به این میگیم عدسیه های محدب یا عدستی های همگرا هم گفته میشه نکته ای که وجود داره اینه که هرگاه به عدسی های محدب یا عدسی های مغره. یک دسته شوهای نوری که با هم موازی باشند برخورد کنه اشعه نور وقتی که از عدسی ها رد میشه انکسار پیدا میکنه گفتیم عدسی کارش انکسار نور دیگه و این عدسی ها به هم نزدیک میشن این شوهای نور به هم دیگه نزدیک میشن دیگه خب شکلش با هم دیگه رسم کنیم تا بیشتر بررسی کنیم فرض کنید که یک عدسیه محدب اینجا داریم یک عدسی عدسیه محدب از کجا فهمیدیم که عدسیه محدبه چون که وسطش پنتر از اطرافشه دیگه خب میگیم که هرگاه به این نوع عدسی ها یک دسته شعای نوری به صورت موازی وارد شده میمی شعای نوری این مایه به صورت موازی به عدسی ما وارد شده وقتی که از عدسیه عبور میکنه انکسار پیدا میکنه میشکنه ای پرتوهای نوری ما به چه صورت به این صورت میگیم که وقتی که عبور میکنه وقتی که عبور میکنه این اشعه ها دوچار انکسار میشه و به همدیگه نزدیک میشن پس در عدسی های محدب وقتی که اشعه های نوری از عدسی محدب عبور میکنن و دو چهار انکسار میشن انکسار اینها به همدیگه نزدیک میشن از همدیگه دور نمیشن این میشه عدسی های محدب اما عدسی های محدب چه کاربردهایی داره؟ از عدسی های محدب در ساخت مایکروسکوپ ها در ساخت زربین در ساخت عینک از اینا استفاده میشن در واقع عدسی های طوری هستند که اشیا و اجسام بزرگتر از مقدار واقعی خودشان نشان میده بنابراین از اینا در ساخت مایکروسکوپ زربین ها و عینک ها استفاده میشه نوع دیگه عدسی ها عدسی های مقرر عدسی های مقرر ساختش به این صورته که وسط اینها نازکتر از لبه اینها برخلاف عدسی های محدد خب شکلش با هم رسم کنیم پس عدسی های مقرر به چه صورته؟ به این شما نگاه کنید میبینید که وسط ای عدسیه ها نازکتر از اطراف از این های و ای عدسیه ها میگیم عدسیه های مقعر دیگه سعی شد؟ خب نکته ای که وجود داره شاید های عزیزی که هرگاه به عدسیه های مقعر یک دسته شعاع نوری به صورت موازی وارد شود و پس از عبور از عدسیه انکسار پیدا میکنند ولی اینجا دیگه از هم دور میشن در عدسی های محدب گفتیم وقتی که انکسار پیدا میکنن به هم نزدیک میشن دیگه شکلش رسم کردیم اما در عدسی های محدب اشعه ها از هم دیگه پس از انکسار دور میشن خب یه با هم دیگه رسم کنیم پس ما اینجا یک عدسی مقعر برای شما عزیزان رسم کردیم میگیم که یه محور اصلی عدسی باشه وقتی که عشقه های نور به صورت موازی وارد میشه یه عشقه به صورت موازی وارد میشه وقتی که از عدسیه رد میشن انکسار پیدا میکنن ولی از هم دور میشن نگاه کنید به این صورته شما یه اشعه ها رو میبینین که اینا از همدیگه دور شدن اما در عدسیه محدب اگر یک بار دیگه ما برای شما رسم کنیم تفاوتش شما حتما در ذهنتان بسپارید به این صورت بود دیگه یه عدسی محدب بود وقتی که اشعه ها با یک رنگ دیگه برای شما بکشون وقتی که اشعه ها وارد از این میشدن به صورت موازی پس از انکسار اینها به هم دیگه نزدیک میشدن دیگه سعیسته به این صورت اینها به هم دیگه نزدیک میشدن اما در عدسی های مقر یه اشعه ها پس از انکسار از هم دیگه دور میشن خب از عزیز درس امروز ما هم به اتمام رسید ما در رابطه با انکسار نور صحبت کردیم انکسار نور یعنی شکست نور یعنی زمانی که نور از یک محیط شفاف وارد یک محیط شفاف دیگر میشه دوچار شکستگی میشه به همین خاطره که وقتی شما یک پنسل داخل آب قرار میدین این را به صورت شکستن میبینیم دیگه باز در ادامه دو تا وسیله رو گفتیم یکی منشور و یکی هم عدسیه که در این دو تا وسیله پدیده انکسار یا شکست نور اتفاق میفته تا درس جلسه بعد همه شما عزیزان به الله پاک میسپاریم خدا نگهدارتون